ببینین، این یک سندرومی که خیلی پیچیده است و اولا اینکه خیلی تشخیصش مشکله در ابتدا، چون که چندین سیستم بدن و این روش اثر میذاره. بنابراین اول کار اگر که دکتری که پلوش یک مریض میره آشنایی نداشته باشه بر این بر آشنایی نداشته باشه با این مرض، ممکنه که یه خورده گیج بشه و مدت زیادی طول بکشه که بتونن اینو بتونن بفهمن که این چیه. ولی خستگی مزمن، و موقعی که میگیم خستگی، منظورمون نیست که مثلا یه کسی یه خود کار کرده باشه حالا خسته شده بعد مثلا یه ساعت دیگه حالش بهتر میشه پا میشه میفته. یه خستگیه که واقعا تمام وجود اون آدم رو میگیره، مثل یه باتری میمونه که دیگه تموم شده، اون باتری هیچ چیزی توش وجود نداره. و حتی یه دوش گرفتن و حتی یه بلند شدن رفتن به دستشویی میتونه انقدر خستهشون بکنه که یه روز دوباره بخوابن تو تخت و نتونن حرکت بکنن. به غیر از خستگی، دردهای بدنی و سیستم هاضمه رو میتونه اثر بذاره روش، سیستم مغزی و سیستم اینکه و اینکه بتونه یه کسی از نظر یادآوری و از نظر اینکه خیلی زود چیز یادشون میره. و بنابراین یک اگه بخوام برای شما اینو شرح بدم، یه چیز نباید بگم، یک سری مسائل که پیش میاد برای این مریضا. علتش بیشتر روحی روانیه یا فیزیکیه؟ ببینین، این چیزی که میخواستم بگم و خوب شد که اینو گفتین، که این یه چیز روانی نیست. یعنی اینکه حالا کسایی که دارن گوش میکنن اینو در ایران، حتی دکترا نباید با این به حالت یک آدمی که حالت روانی داره برخورد بکنن، چون اون به کلی یه چیز دیگه است. یک تراما در زندگی، نه این تراما میتونه ترامای شیمیایی باشه مثل یه ویروس تو بدن، ترامای فیزیکی باشه و یا ترامای روحی. میتونه برای کسی که استعداد ژنتیکی اینو داره میتونه یه جرقه باشه که شروع کنه اینو، ولی نمیشه گفت که این یک چیز روانیه. اینو باید فهمید. و اینکه قبل از اینکه براتون شرح بدم، اینه که باید حرف اینا رو باور کرد، چون خیلی از این مریضا کسی حرفشون رو باور نمیکنه، خیال میکنن که مثلا دارن ادا از خودشون در میارن یا اینکه میخوان توجه جلب کنن، ولی این یه چیز واقعیه. و افراد خانواده و دکترایی که اینا رو باشون میبینن، این باشون سر کله دارن، باید اینو باور کنن که اینا یک مسئله دارن که باید بهشون رسیدگی بشه. ولی اتفاقی که میفته اینجا، من باید براتون یه خود شرح بدم راجع به تروما و استرس. استرس یه چیزیه که ما صدها هزار ساله که بدن انسان اینا رو تکامل پیدا کرده و برخوردش با استرس اینجوری بوده. در زمانهای خیلی خیلی قدیم، فرض کنیم 100 هزار سال پیش که ما تو غار زندگی میکردیم، اگر یک شیری، یک پلنگی به شما حمله میکرد، ضربان قلب میرفت بالا، خون پخش میشد به دستها و پاها و به مغز که شما بتونی زنده بمونین در اون چند دقیقه، یا فرار کنین یا اینکه بجنگین. بهش میگن fight or flight یا جنگ و گریز. یه سیستم اتوماتیکه تو بدن اتفاق میفته و این سیستم خب خوبه برای چند دقیقه، ولی در زندگی امروزی موقعی که شما به یک اتفاق، به یه چیزی برخورد میکنه یا حتی یه فکری، این سیستم دوباره شروع میکنه به کار کردن و همون کار رو دوباره میکنه. گمان که میبینیم مثلا تو کسایی که استرس دارن، فشار خونشون بالاست، دردهای بدنی دارن، عضلاتشون درد میکنه به خاطر اینه. و خوابشون هم همیشه خوب نیست، و این به خاطر اینکه بدن خیال میکنه که هنوز تو اون فرمه، هنوز تو اون fight or flight یا جنگ و گریزه، در صورتی که اینجوری نیست. حالا گفتم در اون چند دقیقه اوکیه، ولی در دراز مدت اگه بخواد یه همچین استرسی باقی بمونه و هر روز با این استرس باید سر و کله زد، به صورتی که و به شدتی که دارین شما با یک شیری، یک پلنگی دارین میجنگی، این بدن و سیستم هورمونی بدن رو میریزه به هم و خستگی مزمن میاره. و تقریبا 99% مریضایی که به این کرونیک فاتیک سندرم و فایبرومیالجیا که اونم
از همین خانواده است، همه اینا تو زندگیشون موقعی که این مرض شروع شده یک تراما داشتن، یا این تراما روحی بوده یا فیزیکی بوده یا اینکه شیمیایی. راه های درمانش چیه؟ راه های درمان چند راه درمان داره. در اول باید بگم که درمان 100% ممکنه وجود نداشته باشه. بعضیا خوب میشن، بعضیا یک ذره خوب میشن و بعضیا اصلا ممکنه خوب نشن. دلیلش هم اینه که ما در واقع نمیدونیم چه اتفاقایی میفته تو مغز که اینو شروع میکنه، این مرض شروعش رو در یک شخص به وجود میاره و از راه خون، از راه اکس‌ری، از راه هیچ تستی نیست که بتونیم ما اینو تشخیصش بدیم. بنابراین درمانش فقط باید یه کاری کرد که بتونی اینا رو شما باش زندگی بکنی. معمولا غذای اون آدم، معمولا از نظر استرس باید مواظب باشه که اون آدم به خودش فشار نیاره، از نظر ورزش کردن فشار زیادی نیاره، باید خودشو انرژی خودشو گفتم مثل یه باتری، باید بدونه چقدر تو این باتری انرژی وجود داره و بر اساس اون انرژی که اون آدم داره میتونه در عرض روز انرژیشو مصرف کنه یا نکنه یا استراحت کنه. ولی بسیار چیز پیچیده‌ایه و اگر که شما بگین درمانش چیه، من نمیتونم به شما الان میگم درمانش چیه، ولی یک چیزی که ما فهمیدیم اینه که سیستم عصبی بدن تو این 100% اثر داره و ستون فقرات، مغز و اعصاب خیلی خیلی تو این مسئله درگیرن. متشکرم آقای افشین مفید، ممنون از وقتی